یک جان سپاس، تشکر. دوست از نازنینم، صفت دومی که برای انسان سالم میتن ای است که دیگران را درست درک میکنه. یکی از عمده ترین خصوصیات یک انسان سالم است که دیگران را بتانیم درک کنیم. بدبختی وقتی شروع میشه که ما درد دیگران را احساس کرده نتانیم، رنج دیگران را احساس کرده نتانیم، مشکل دیگران را احساس کرده نتانیم. اینجاست که انسانیت زیر سوال میره. شما بعضی وقت شده باشه شدید گشنه شوین، بازو وقت میگین ای به خدا کسایی که نان نداره چطور است. حتی یکی از حکمتای رمضان که صحبت میکنه نیست که تو از حال دل گرسنگان با خبر شوی، بفهمی چطور است. در غیر از او آدم سرخو نمیفهمه. به می خاطر گفته شده دیدن برف از پشت پنجره و برای شعر گفتن بسیار فرق داره که تو در یک اتاق سرد و با لباس کم در مورد برف صحبت کنی. بنان ما دیگرها را باید درک کنیم. اگر دیگرها را درک میتونیم، رنج دیگرها را فهمیده میتونیم، سختی دیگرها را فهمیده میتونیم، ما انسان استیم. اگر نه، انسان سالم بان که انسانیت ما زیر سوال است. مثلا در یک جامعه چه وقت خرابی رخ میده که بزرگ از او جامعه پایین ترار یا افراد عادی جامعه را فراموش میکنند، درک نمیتونه. شما میبینین مثلا دیگه کشورها را بگیم، خب کشور ما را فکر نکنین، ما و شما نام خدا کل چیز سر جاش گل و گلزار است. در دیگه کشورها مثلا ماش یک معلمی بیچاره است 8000 افغانی. این معلم اینمت استاده از درس داده میره، شاگردان بعضی وقت بیادبی میکنه، نان چای صبح هم صحیح نخورده، خانم کرایی است، این پول لباس اولاد و قرضداری ها و پول برق و مالیات هم سر غریبا ده. دیگه ممالک زیاد است، پولدارایشان مالیات نمیتن، غریبای بیچارهشان مالیات میتن، پولدارا خوب زور داره، نه پول برق میتن. یک وطن ماست که کلانای مهاجر مالیات خود زیادتر تصاعدی میگه، چون ما پول زیاد داریم مالیات زیاد بتیم، برق به وقتش ادا کنیم. دیگه ممالک برعکس است و مو خاطر حالشان خراب است. معلمایشان میگه 8000 بیچاره از صبح تا شام کار میکنه، شکم گرسنه، به مو خاطر چون فقیر هستن، چون ارزش انسان در دیگه مملک به اساس پول میبینی، معلم بیچاره بیخیرش خند آمسته، زیر فشار آمسته، خلاصه در بدر. در مقابلش کلانایشان یک کود است به نام کود 91 میگه برآمده. در دوران ما که در باغ زمین کار میکنیم دو رقم کود بود، کود سفید کود سیاه. ای یک کود نو است، میگه این مثل از این کودای وطنی است که به نام پرو یاد میکنن چی که ایره میخورن، میگه چاق چله سرخ سفید اینطور مست میباشند که هیچ پرسان نکو. این کودا قیمتش بسیار در میلیون هاست، میلیون ها که از این خرچ دسترخان دارن، موترهای شسیا دارن. اینطور بزرگای ما وار شما واری پیاده نمیرن که در بایسکیل برن یا پیاده برن، لپ جپ از کلانایشون. و حتی این کود میگه قبوی و طعمش تغییر داره و تنده است که مزاج انسان ها رو تغییر میده. مثلا میگه یک انسانی که مثلا شاعر بوده در بینشان سابق علیه از این چیزا صحبت میکده، علیه موتر شسیا و بادیگار، بر از این شاعر از این کود انداختن، از این کود دادن. این شاعر حتی مزاجش تغییر کده، حالی بادیگارد میگردانه، شسیا میگردانه. حتی برش یک مصر شیر گفته بودن که مردم نان خشک نداره، از گشنگی شده چپه. او چی گفته؟ برو خیر چی فرق میکنن، بخورن کلچه. یعنی نان خشک نیست، حتما کلچه خواست. میبینین این اینجاست که یعنی درک دیگرا وجود نداره، درک یک مامور کمی 8000شان با وقتش برش نمیرسه. این اینجاست که باید مملکتشان خراب باشه، باید بدبخت باشن، باید مهاجرت کنن بین به کشور ما، در مرزای یخشان بزنن، مشکلات سپری کنن، چون درک دیگرا نیست. اما تو که بخیر داین در رهبر میشی، تو که رهبر میشی بخیر، مثل امی بزرگای ما که از گشنگی میگه تا سنگ دشکم خود بسته میکنن، شب روز کار کرده رویستن، اینو تو با احساس باشی، مردمت فراموشت نشه. یک غریبی که پول دوای اولاد خود نداره از یاد تو نره، تو نشه که تو لباس با مارک بپوشی به خاطر که مارکش چطور است قیمت بخری و هموطنت نان خوردن نداشته باشه. اینی جس که یعنی سلامت زیر سوال رفته.
چون درک دیگرا پیشت وجود نداره. و اگه این درک پیشت نبود، تنامت که گفتم نگو که من انسان سالم نیستم، یادت باشه که هیچ از مسیر انسانیت خارج استی. صفت دیگه که بیان میکنم پذیرفتن خود است. میگه انسان سالم کسی است که خود پذیرفته، با تمام نقاط قوت ضعفش اول خود پذیرفته، همیم هستم، بعدش برای اصلاح خود تلاش میکنه، او چیزایی که قابل اصلاح است اصلاح میسازه، اونایی که قابل اصلاح نیست میپذیرم، رایش راحت میباشه. مثلا اگر رنگ ما امی رنگ است و این قابل تغییر نیست، کتزی یاشتی میکنم، شکر امی است. ولی اگر اخلاق ما ضعیف است، کلام ما خراب است، رفتار ما خراب است، اینا دستم است که باید اینا رو چی کنم؟ اصلاح کنم، شناسایی کنم و اصلاح کنم. چون در این مورد ما قبلا صحبت کردیم دیگه، عالی، فعلا زیاد صحبت نمی کنیم. پذیرفتن خود. صفت دیگه که میگم، میگه انسان سالم در برابر دیگران بردباری داره. اساس زندگی امروز که اگر بخوایم ما انسانی زندگی کنیم، در برادری و برابری و بردباری است. در غیر از این زندگی آرام نمیشه. تا تفاوت است که یک نفر ده تا موتر بدوانه، یک نفر کراچی پیشش نباشه. به این رقم وطن کس جور نمیتونه، بیخ خاطرتان راحت، هیچ ای اوضاع جور شدنی نیست. گپ اولیست که برابری ایجاد شود، برادری ایجاد شود. بله بعضی ها لاف از برادری میزنه، اما خودشان بلدنگ ها و موترها و اینا داره، برادر بیچاره شکمش گشنه است، باز میگن آه ما برادر هستیم با هم. هیچ رقم برادریست، برادر شکمش سر صدا داره از گشنگی، این برادر نان اوسو میندازه، این برادریست که نیست. و بردباری، ما یکی دیگه خود باید تحمل داشته باشیم، تفاوت ها وجود داره، قرار نیست کلیگ عین ما باشه. وقتی بتونیم تفاوت های هم دیگر تحمل کنیم، زندگی میتونه که آرام شود. صفت دیگه که میگن، میگه انسان سالم کسی است که آشنایی با بسیار انسان ها داره و رفاقت با بعضی انسان ها داره، یعنی روابط شخصی و صمیمی هم داره. اصلا یک میاری که ما در ماینه خانه سلامت جوان و نوجوان و مراجعین خودم میایم که پرس میای، یک مشخصه میایم چند تا دوست شخصی داری، صمیمی داری. هر چی تعداد دوستای شخصیش کمتر، مشکل روانیش بیشتر. هر چی تعداد دوستایش بیشتر، مشکل روانی کمتر. انسان سالم کسی است که یک شبکه دوستی وسیع بر خود میسازه. انسان ناسالم کسی است که در انزوا رفته میره، از دیگرا قطع بر میکنه. خب گپ دیگه که انسان سالم، ما اینا را به صورت بگیم که خلاص شوه، اهداف مطلوب داره، اهداف خوب داره، اهداف انسانی داره، اهداف اخلاقی داره، نه اهداف ضد دیگران، نه اهداف علیه منافع ملی، اهداف خوب. روزی که تو برات یک هدف نیک در زندگی تعیین کردی و دنبال از وسی، تو انسان سالم هستی، تو سربلندی دنیا هستی، در اون دنیا. ولی متاسفانه اگر غیر ازی باشه، شاید در این دنیا مادیات، پول، موتر، یک چیزی به دست بیاری، اما در اون دنیا سرفگنده خود بودی. و موضوعی که مسلمان هستیم، خب باید اون دنیا به یاد ما باشه. و موضوع دیگه ای که در سراسر زندگی، در سراسر زندگی آماده تغییر است، آماده تغییر مثبت است. هر وقتی که یک گپ نو، کار خوب، عمل خوب یاد میبینه، آماده است که خودا تغییر بده. اینی امی کلیات موضوعاتی بود که ما و شما در موردش در برنامه قبلی صحبت کرده بودیم و امی صفات بخیر پیش خود تمرین میکنیم. حالی یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه صحبت خود ادامه خود.